درود به شما براندازهای عزیز. بهادری جهرمی سخنگوی ابراهیم رئیسی برای بار انوم توسط یه دانشجو لجنمال شد. دانشجویی که حتی به خبرگزاری مخصوص سپاه یعنی فارس هم رحم نکرد و همه رو به لجن کشید. پیرو سخنان جناب بهادری، من اول یه سلامی بکنم به دلار 5000 تومانی، بعد یه سلامی هم بکنیم به تورم 40%، روال این کشور تورم هم در آغاز این دولت هست. ما مدل کشورمون اینه، برنجمون میشه 100,000 تومان، بعد میشه 70,000 تومان. قضیه تورم هم دقیقا همینه، از 60% تورم کردیم 40%، افتخارم میکنیم بهش. خواهش میکنم، وعده ندی، شعار ندی. ببینید وعده نه، بحث اصلا شما وظیفه هر دولتیه بیاد به مردمش پاسخگو باشه. این اصلا افتخار نیست که سخنگوی دولت بیاد در دانشگاه جلوی دانشگاهی وایسه و جواب بده. این افتخار نیست، وظیفه هر دولتیه. من مردم 40 ساله 43 ساله خودم رو ثابت کردم، در همه عرصه ها حضور داشتم. چه کاری کردید که این ملت بتونه حرف خودش رو اونجا بگه؟ خبرگزاری فارس فقط بر علیه ملت، 23 بر علیه ملت، کجا رو داریم؟ من کجا به کی بگم؟ شاید باور نکنید ولی آخوندا بالاخره تونستن روی ویدیوی واضحی که از دوتا باجناق آخوند منتشر شده هم ماله بکشن. اونم در حالی که همه ما تا فیها خالدون آخوندای لواطکارا دیدیم و همه چیز مثل روز روشن بود. یه قسمت کوچیک از ماله کشیدنشون هم این بود که انتشار این ویدیو کار هوش مصنوعی بوده. آجا اون فیلم باجناقا رو دیدین؟ من به گوشتون خورد دیدین؟ خیلی نه. تو جریان که هستین که؟ من بحث روحانی نبودن تو ذهنم هست، اون که روحانی نبودن و من شیم. نه یکی دیگه هم بعدش بود. میخواستم اینم مثلا تو خانواده های صحبتی شد دربارش. به هر حال توی خانواده ای که ببین پدر یزدان یه چیزی هست ها، البته خب ببین روحانی هم یک انسان مثل خود ما، یک انسان معمولیه. بالاخره حالا طرف میگفتش که ای فلان نماز خونه داره عرق میخوره، گفتم چرا نگفتی یه عرق خور داره نماز میخونه؟ ببین دیدگاه زاویه دید خیلی عجیبه ها. شما نگاه کن میگه چرا این روحانی این کار میکنه؟ میگه بابا یه جوونی رفته روحانی شده، حالا این اشتباه داره انجام میده. مثلا برفرض نگو اصلا توجیه کنم هزینش آخه خیلی بله بله بیشتره قطعاً. اما این نکته ای میخوام بگم، میخوام عرض کنم که بالاخره اونم یک انسانه. حالا اما یه بحث دیگه هم هست، بحث رسانه. خودتون یه استادید دیگه، من نمیدونم بحث الان جدید که این هوش مصنوعی و طرف تصویر و حرف چیز دیگه از صوت میزنه داستان دام هست، باید احراز بشه این قضیه. ساسیمانکن هم در کمتر از چند ساعت سنگین ترین دیسبک یک سال گذشته را به عمو پورنگ داد. داریوش فرزیایی به ساسیمانکن گفته بود نباید از بچه ها مایه میذاشته و باید انسانیت داشته باشه. ساسی هم در جوابش نوشت دقیقا اینجا مشکل از خود تو داداش، از وقتی من بچه بودم صدا سیما دستته، نتونستی جوری تربیتشون کنی با برنامه هات که از این آهنگا گوش ندن، پس سود تو چیه؟ پس چی کار میکنی تو اون خراب شده؟ بابا بس کنید، اول که من گفتم کار مثبت 18 هستش، دوم باز من اومدم. چقدر نامردین شما، 2 سال من آهنگ نخوندم. یه بار فکر کردین مشکل از خودتونه؟ نه پس همه تو کلاب مست و پاره اردک تک تک بذاریم. برو بابا ببین من هستم، هر سال یه بار، تو هستی روزی یه بار. لعنتی بازی رو به من که نباید ببازی. آقا من دیگه چجوری بگم، آهنگ من مال بچه ها نیست، بچه شما گوش میده، مشکل از تربیت توه نه من. عمو جون یه بودجه بگیر از صدا سیما بده خودم یه آهنگ بسازم بترکونی شبکه یک رو، مثلا تک تک اردک اردک با شورتک، اینو بچه ها بیشتر دوست دارن. لامصب از تو بعید بود، من اگه اندازه تو و بچه ها سر و کار داشتم الان ارتش داشتم، میگفتم بشینید کل بچه های دنیا مینشستن، تو برشت کره رو هم نمیباره. البته قبل ساسی من توی ویدیوی قبلی جواب عمو پورنگو داده بودم که میتونید برید تماشا کنید. الان بهتره رجزخونی دوباره جمهوری اسلامی به سبک والله نماند اثر از آل سعودی رو با هم تماشا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله العاصر الجبار
این وصف شروع است حسودی یهود است از خائنی و پستی اولاد سعود است از کشتن و از غارت اموال زیدان صد شیوه که ناامن شود کشور ایران از تقویت داعش و تکفیری و اشراف بلخرجی بیهوده آن قوم ستمکار این سوی دگر استقلالی بوی شرف از حیبت و مردانگی شاه ندب پیراهن ازی به شبکیر کفن ما بهتر که گزندی برسد بر وطن ما کشتار زیبان و غریبان هنری نیز خواند نجد و بین شما باجگری نیز ما منتقل خون دوست لال شهید ما باعث یک زلزله در کاخ سپیدیم احساس خطر کن چه در این وعده خطا نیست مقصود رجز خواندن ما غیر شما نیست از روز ازل غیرت ما فخر جهان است چیزی که عیان است و چه آجل به بیان است جانم به فدای پسر حیدر کرام سید علی ای رهبر ما میرو علم دار مانند عمویت سنهی مرد شجاعت شمشیر نبرد تو بلد تیغ بیانت ای پیر خراسانی ما دلبر دلدار اندیشه تو باعث ترس همه کفار لب کرد و کنی خاک عدو کن پرکون است جمهوری اسلامی ما داور این نازیه خون است زدار فرمانده محترم مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اصفه سرازی ما سلام ما را به مقام محضر رهبری برسانی و به ایشان بگویی. باور کنید اگر سنگ پای قزوین اینا رو ببینه خودکشی میکنه. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی توی روز روشن و جلوی دوربین میگه هیچ فیلترینگی روی پلتفرم‌های اجتماعی وجود نداره. آقای وزیر، با توجه به اینکه عضو کمیته فیلترینگ هستی، نظرتون در خصوص فیلترینگ میخواستم بدونم. فیلترینگ چیه؟ کمیته فیلترینگی که هم رئیس صدا و سیما کارگروه بله. مصادیق مجرمانه در فضای مجازیه. بله استفاده ما اونجا نماینده داریم، 12 نماینده است اونجا. دادستانی کل تشکیل میشه و موارد اونجا بیشتر کمیته بازگشاییه. بله سالهای گذشته تا حالا عددی که ما داریم چند هزار پایگاهی که مسدود شده بودن در دوره جدید باز شد. حالا آقای ملا میرزایی ما عددهای دقیقش داره، یه وقتی آقای خانم آقلی هماهنگ رو مصاحبه بگی بیش از چند هزار پایگاه اینترنتی مسدود شده در دورهای قبل در این دوره دولت جدید بازگشا. خب الان در حال حاضر مثلا نسبت به فیلترینگ موجود میخوام بدونم و مثلا فیلترینگ اینستاگرام و حالا شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های ما فیلتری نداریم. طبق مقررات بین المللی هر مجموعه‌ای که در خارج از کشوره برای اینکه هماهنگی با حوزه مدیریت داخلی داشته باشه تلاش میکنه بایستی قاعدتا نمایندگی داشته باشه. الان هم دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده هر کدوم از این شبکه‌های مجازی، هر کدوم از این بحث‌ها، سکوها، پلتفرم‌ها، هر کدومشون نمایندگی در ایران بذارن بلافاصله فضای کارشون باز خواهد شد. چه می‌خواد این اینستاگرام باشه، چه واتساپ باشه، هیچ فرقی هم نداره.